این هفته به ژاپن برمیگردیم با پاهای جدید، دست‌های اضافه الو و چندین سر و کله. ژاپن بی نظیر و استثنایی. سلام، برگشتن به این دنیای خیره کننده عالیه. وقتی در قلب توکیویی، انگار در دنیای قدیمی قدم گذاشتی که چشماندازی به آینده داره. اینجا کشوری که انگار دیگه از اینکه مد روز جهان با فرهنگ منحصر به فردش قاطی بشه نمیترسه. اینجا جایی که عاشق و دیوونه و مجنون ربات هاست. ژاپنی ها رویای ربات ها رو از دهه 50 میلادی با شخصیت خیالی آستروبوی در سر داشتن و حالا که دنیای ربات ها پیشرفت کرده، بعضی از اون رویاها در حال تحققه. ولی حتی پیش از دستیابی ما به ربات های هوشمند، آیا اینجا کشوری خواهد بود که ابر انسان ها در اون ظهور کنند؟ وقتش رسیده با دستگاهی آشنا بشید که شاید روزی توانایی های انسان رو افزایش بده. اونم با هدایت خود انسان. این ربات توجه جماعتی رو به خودش جلب کرده. احتمالاً حالا حد زدید که حرکات و کنش‌هایی که از این ربات دیدید از پیش برنامه‌ریزی شده بود. اما این یک ربات که خودش میتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه و خب مثل خیلی از ربات‌های دیگه این کار رو انجام میده. اما تفاوت اینه که یه روزی احتمالاً این میتونه خودش بره سر کار بدون اینکه از دور هدایتش کنه. شرکت تویوتا دنبال راه‌هایی می‌گرده تا به کمک اپراتورهای انسانی ماشین‌ها را آموزش بده. اپراتورهایی که حرکاتشون با حرکات ماشین‌ها هماهنگ و همساز شده. اپراتور همینطور به کمک سربند واقعیت مجازی از زاویه دید ربات‌ها اطراف رو می‌بینه. می‌دونم یکی پشت این دوربینا هست. خود عجیبه. یکی از چیزهای شگفت‌انگیز در مورد THR3 چابک بودنشه و البته امکان هدایتی که موقع لمس و جابجایی اشیا به اپراتورش میده. نکته جالب اینه که اپراتور نه تنها میتونه بازو، دست و انگشتان این ربات رو هدایت بکنه، بلکه میتونه سفتی و سختی جسمی رو که به دست ربات میدم اونجا احساس بکنه و علاوه بر این هر اتفاقی که اینجا رو ربات میفته اونجا عیناً تکرار میشه، مثل یک آینه. یعنی اپراتور همه اون چه برای ربات اتفاق میفته رو حس میکنه، حتی در جایی که از دیدش خارجه میتونه بفهمه که اونجا چه خبره. این فناوری ها به درد صنایع مختلفی میخوره. در ابتدا میخوایم ربات ها به کمک کارهای روزمره خونه برن، ولی در آینده برای انجام کارها از راه دور استفاده بشن، مثلا در کارهایی که بیشتر به فعالیت جسمی متکیان. تویوتا فکر نمی‌کنه که همه ربات‌ها قراره در آینده انسان نما بشن. در حال حاضر اونا فقط دارن محک میزنن تا ببینن انسان‌ها چطور میتونن به ربات‌ها نشون بدن که چه کارهایی باید انجام بدن. ولی نظرتون در مورد رباتی که بتونه به انسان یاد بده چه کاری رو انجام بده چیه؟ اسم این فیوژنه، رباتی که مثل یک کوله پشتی پوشیده میشه. الان 4 تا دست دارم. کنترل 2 تاش دستی یکی دیگه است که به یک سربند واقعیت مجازی مجهزه. This surrogate can be mounted on your body. این بدل یا جانشین روی بدن شما سوار میشه تا بتونه به شما در حرکاتتون کمک و راهنمایی کنه. یه چیزی شبیه انتقال تواناییه. اپراتور بازوهای رباتیک که حتی ممکنه اون ور دنیا باشه، در واقع میتونه به شما چیزهایی یاد بده. میتونن چیزی رو از زمین بردارن و حتی میتونن دستم رو بگیرن و این ور و اون ور بچرخونن.
می‌خواستیم ایده همکاری بین دو انسان را ایجاد کنیم که در واقع هر دو از یک بدن بهره ببرن. اگر ما بتونیم از یک بدن استفاده کنیم، پس دید مشترکی خواهیم داشت که این شاید بتونه کیفیت ارتباطات رو تقویت کنه. وقت می‌خواد تا بهش عادت کنی، ولی وقتی عادت کردی، خب کار سخت‌تر تازه شروع میشه. همونقدر که حس حرکات یکی دیگه روی پشت من عجیب و غریبه، شرط میبندم حسش برای کسی که اون طرف هم عجیب تر باشه. خب همینطور که سرمو میچرخونم، حسگرها حرکات من رو تعقیب میکنن و در مقابل سر ربات هم میچرخه. دکمه های مختلف کارایی مختلف انگشت ها رو به کار میندازه. میتونم انگشت ها رو یکی یکی تکون بدم یا همه رو با هم با یک دکمه، که به من این امکان رو میده تا چیزی رو دستم بگیرم. خیلی عجیبه. واو، سلام. احتمالاً روزی در آینده فیوژن بتونه کمک کنه دو نفری که از هم دورن با هم کار مشترکی انجام بدن. البته در همین حد دستیار شخصی هم بنده راضیم. الو رئیس جان. نه ببین، من خیلی گرفتارم، فعلا با این دستگاه شخصیم صحبت کن. من نه بابا جان، گرفتارم، دارم توییت میکنم بعدا. من از دید ژاپنیا خیلی خوشم میاد، هرچند به هیچ وجه منحصر به فرد نیست و ایده های مشابه شبیه به این در دانشگاه های زیادی در گوشه و کنار دنیا پیدا میشه. با این حال زیاد پیش میاد که آدم در ژاپن پروژه های عجیب و خاصی رو ببینه که خوشبختانه اینا جزوشون نیستن. من دعوت شدم به نیسان، به مرکز فناوری های پیشرفته نیسان، و این یک دسترسی ویژه است با این کارت. در این فضای باز و مدرن با ظاهری خلاق که باید بگم برای ژاپن یکم غیر معمولیه، مهندسان، دانشمندان و طراحان دور هم جمع شدن و روی یک سری پروژه پیشرفته کار میکنن. اینجا مرکز پژوهش‌های برین تو ویکل یا مغز به خودروه. البته این رانندگی از راه دور نیست، بلکه این سربند فعالیت مغز منو در لحظه بررسی میکنه. هدف اینه که در آینده بتونه کاری که قرار انجام بدم رو قبل از اینکه انجام بدم پیش بینی کنه. تحقیقات و آزمایش‌ها و تجربیات نشون داده که مغز انسان یه مقدار زودتر از وقتی که ما خودمون تصمیم رو بگیریم تصمیمش رو گرفته. یه چیزی هلوش 1.5 ثانیه زودتر. البته زیاد فکرتون رو مشغولش نکنید. این معناش اینه که اگه شما به طور مشخص راننده بدی هستید، همین که مغز شما حس کنه که شما میخواید بپیچید یا توقف کنید، خود رو بتونه قبل از اینکه پا یا دست شما حرکتی کنه واکنش نشون بده. یعنی شاید روزی برسه که خودروی شما در پیچ‌های تندی مثل این بتونه حرکات شما رو تسهیل کنه و حتی اگه راننده خوبی نباشید به شما این حس رو بده که راننده خوبی هستید. کامپیوتر در واقع نمیتونه به شما بگه که چه حرکاتی رو باید انجام بدید. کاری که میکنه اینه که فعالیت‌های غشا یا کورتکس مغز که به حرکات ما مرتبطه رو تشخیص بده. بعد حسگرهای خودرو نگاهی به پیچ و خمهای جاده یا سایر خودرو میاندازن و سامانه سعی میکنه بفهمه که چی به چیه و میخواید چی کار کنید. باید سیستم‌های هوشمند ایجاد کنیم. اینتلیجنت موبیلیتی یا تحرک هوشمند نیسان یه سیستم هوشمنده که قرار نیست همیشه جایگزین انسان بشه، اما در بسیاری از موارد باید توانایی انسان رو تقویت کنه و کار مرکز مغز به خودرو اینه که این ارتباط رو ایجاد کنه. کارش اینه که هوش انسانی رو به هوش مصنوعی وصل کنه تا تقویتش کنه، نه اینکه جانشینش بشه. این هفته بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، در نمایشگاه ابداع دوباره توالت در چین گفت که در زمینه استفاده از توالت به عرضه فناوری‌های بهتری نیازه. یک نوجوان 15 ساله استرالیایی پیروز نهایی مسابقات جهانی پهپاد شد.
و پس از سالها انتظار سامسونگ بالاخره از یک گوشی تاشو یا قابل انعطاف رو نمایی کرد. این گوشی هر کاری که از یک تلفن همراه توقع میره رو انجام میده به اضافه چیزی که از یک تلفن انتظار نمیره. تلویزیون دولتی چین از یک مجری مجازی رو نمایی کرد که به کمک هوش مصنوعی خبر میگه. این هفته همینطور پژوهشگران MIT پهپادی درست کردن که میتونه در کوه و بیابان به کسانی که راهشون رو گم کردن کمک کنه. این سیستم خودران از اسکنر لیزری استفاده میکنه تا محیط مورد نظر رو شبیه سازی کنه. این به بادهای پرنده کمک میکنه تا با همدیگه کار کنن. وقتی مسیر پیدا شد، تنها کاری که میمونه مشخص کردن نشانی موقعیت فرده و بقیه کار به عهده خود آدم تا راه درست رو طی کنه. و در آخر پیشرفته ترین ربات اجتماعی جهان وارد بازار شد. این ربات میتونه چهره های مختلف رو روی نمایشگری که شبیه سر انسان طراحی شده نمایش بده. سازندگانش انتظار دارن با این کار ارتباط بین انسان و ربات طبیعی تر برقرار شه. خب یکم از ژاپن فاصله بگیریم و نگاهی بندازیم به بزرگترین بازی کامپیوتری که اخیراً به بازار اومده. مارک چزلاک رفته سراغ سازندگان این بازی. Red Dead Redemption 2 به بازیکن‌ها امکان میده تا نسخه مجازی غرب کهن رو تجربه کنن. از سرقت قطار گرفته تا اسب سواری و حتی بازی پوکر. I'm waiting for someone interesting to turn up. Rockstar are a huge deal. They're a development studio. کار راکستار عالیه. اونا پشت استودیوی سازنده مجموعه GTA هستن. یعنی حتی اگه هیچ وقت بازی نکردین یا هیچ وقت کنترل بازی رو دستتون نگرفتین، میدونین Grand Theft Auto چیه. میدونید که این بزرگترین محصول سرگرمیه، نه فقط در دنیای بازی‌های کامپیوتری، بلکه به عنوان یک محصول سرگرمی. آوریل امسال GTA 6 میلیارد دلار درآمد کسب کرد و از همه چی، از فیلم و تلویزیون و هر چیز دیگه‌ای جلو زد. بازی به حدی بزرگه که برای ساختش باید از 9 استودیوی مختلف در 4 کشور استفاده میشد. راکستار نورث در ادینبورگ بزرگترین استودیوشونه که روی این گیم کار میکرد. استودیو در ساختمان قدیمی روزنامه اسکاتسمن جا خوش کرده. انقدر مخفی کارن که ما فقط اجازه داشتیم از قفسه جایزه ها و افتخاراتشون فیلم بگیریم. البته تونستیم راب نلسون، یکی از رؤسای راکستارز رو ببینیم. برای ما این بزرگترین بازیه که تا حالا ساختیم. نه تنها بزرگتر و وسیع‌تره، بلکه عمق بیشتری داره و میتونه وارد محیط‌های بیشتری بشه. و وقتی شما وارد اون محیط‌ها شدید، میتونید نقشه رو بردارین و با اونها و انسان‌ها ارتباط برقرار کنین و با حیوانات و دنیا طوری تماس داشته باشین که در گذشته امکانش رو نداشتین. اگر ما می‌خوایم دنیایی بسازیم که شما باورش کنین یا شخصیتی خلق کنیم که باورش کنین، باید بتونین باهاش ارتباط برقرار کنین. برای همینه که همیشه تلاش می‌کنیم هر بار فراتر بریم. در هر بازی هدفمون اینه که تا می‌تونیم بیشتر به عمق بریم. برای اینکه چیزی برای کسی معنی بده، باید براش ارزش داشته باشه. در بازی قبلی اگه اسب شما میمرد یا به طور مثال اگه گمش میکردین، سود میزدین تا یه اسب جدید بیاد. این برای بازیکن خیلی راحته و نکته جالب بازی ها هم همینه که شبیه واقعیت نیستن. اما این به این معنیه که اسب یه جورایی یه بار مصرف و دور انداختنیه. برای همین ما تصمیم گرفتیم اسب ها دور انداختنی نباشن. یعنی اگر خیلی از اسب دور بشید، قرار نیست معجزه بشه و پیشتون بیاد، بعد شما پیشش برگردید. اما اگر وقت زیادی رو با این اسب سپری کردین و خیلی به هم نزدیک شدین، اون وقت هر قدر هم که فاصله داشته باشین، اسب میاد سمت شما. یا در هر شرایطی که شده، موقع نبرد با شما میمونه، بدون اینکه ترسی از رفتن توی باتلاق پر از تمساح داشته باشه. این طوریه که ما توازن رو برقرار میکنیم. فکر میکنم هر کاری که کردیم هدفش این بوده که تلاش کنیم فرقی بین حالت در ماموریت با حالت خارج از ماموریت دیده نشه، یا تفاوتی بین اون چه که روایت داستانه با محیط دنیای بازی نباشه. پیدا کردن نوعی توازن بین واقعیت گرایی، باورپذیری، تفنن و امکان بازی کردن چیزیه که ما همیشه سعی کردیم بینشون رعایت کنیم. سعی کردیم به این هدف برسیم، ولی تا زمانی که مردم بازی نکردن نمیتونیم مطمئن باشیم. Yeah.
میتسوکو ناگاشیو در کودکی دچار فلج اطفال شد و تا حالا روی ویلچر بوده. امروز لباسی به اسم HAL پوشیده، مخفف هایبرید اسیستد لیمز یا عضلات کمکی هیبریدی. وقتی که شما میخواین دست یا پاهاتون رو حرکت بدید، مغزتون سیگنال ها یا علائم الکتریکی رو به مایچ ها ارسال میکنه و اونها رو وادار به حرکت میکنه. حالا این اسکلت یا این وسیله میتونه این سیگنال ها رو اینطوری تشخیص بده و به حرکت بیفته. یعنی وقتی که من دستم رو بالا میارم، مغز من داره این سیگنال ها رو ارسال میکنه، این میخونتش و همون حرکت رو انجام میده. و وقتی که فرمان برگشت دستم رو میدم، اینم برمیگرده. حالا اگر من یک مانعی در جای حرکت دستم ایجاد کنم، یعنی فرض کنیم که دستم اصلا توانایی حرکت نداره، تا مادامی که این سیگنال ها و علائم داره ارسال میشه، این حرکت صورت میگیره. فلج شدن قسمت پایین اندام بدن عمدتاً به دلیل از کار افتادن یا قطع سامانه‌های عصبی بین مغز به عنوان فرستنده عمل و اندام به عنوان گیرنده حرکته. با این حال، حتی در شدیدترین نوع بیماری همچنان علائم ضعیف الکتریکی وجود دارند که میتونن منتقل بشن. و برای اینکه ثابت کنیم که کارش تشخیص قصد انجام یک عمل نه کپی یک حرکت، اگر مغز من قصد حرکت پاهم رو نداشته باشه، لباس حرکتی رو تکرار نمی کنه. در حال حاضر HAL برای توانبخشی جراحات جدی نخاع و سایر بیماری های عصبی عضلانی استفاده میشه. یعنی شرایطی که تا پیش از این امیدی نبود برای اینکه بیمار بتونه دوباره پاهاشو تکون بده. وقتی سیستم های مرکزی اعصاب یه بار از بین برن، رشته های اعصاب دیگه هیچ وقت بازسازی نمیشن. اما با این لباس حتی در بیمارانی که دچار قطع شدید کامل نخاع شده بودند، من در نواحی از بین رفته مواردی پیدا کردم که یاخته های عصبی ساخته شده بودند. کار پاها تقویت عضلات نیست، بلکه بازسازی مدار عصبی بین مغز و پاهاست. هدف این دستگاه اینه که زمینه اتصال یک رشته عصبی به رشته عصبی دیگه یا رشته عصبی با عضلات رو فراهم کنه تا مدار مناسب رشته های عصبی ایجاد بشه. در سالهای اخیر در همین کلیک شاهد توسعه این فناوری‌های پوشیدنی کمکی بودیم. اما همیشه یک چیز بوده که ذهن منو به خودش مشغول کرده. شرکتی که این ربات پوشیدنی رو می‌سازه اسم خودش رو گذاشته سایبرداین. الان وقتشه که از بنیانگذارش بپرسیم آیا میدونه این همون شرکتی که ترمیناتور رو میسازه؟ همون موجودی که میتونه در زمان به عقب برگرده و همه ما رو از زمین محو کنه؟ وقتی شرکتمون رو سایبرداین نامگذاری کردیم، یکی بهم گفت که این اسم شبیه فیلم های ترمیناتوره. فقط شبیهشه؟ این خودشه. ظاهرن که تصادفیه. بگذاریم. این شاید سرآغاز داستان اگزوسکلتون باشه. برای ادامهش سری بزنیم به شهر نارا در غرب ژاپن. آتون بیش از 15 سال است که در تلاش تا اکسو اسکلتون یا اسکلت بیرونی را با واقعیت بدل کنند. و هرچند از نسخه های اولیش تا حالا پیشرفت های زیادی داشتند، تازه همین اواخر بود که دستگاه هایشان از آزمایشگاه خارج و وارد بازار شد. از دیدن شما خوشحالم دکتر. میشه بپوشمش؟ با پوشیدن شلوار فرق داره نه؟ باید چیکار کنم؟ عالی. این نمونه ای آزمایشی شلوارهای روبوتیک طبی توست. ایده اینه که مثلا اگر در جنگل کار میکنین، میتونین اینا رو بپوشین تا ضمن کمک به حمل ابزارالات سنگین در مسیر ناهموار هم راحت تر حرکت کنین. لطفا شلوار من روشن کنین. ببخشید، باتری رو باید عوض کنیم. آخ باتری. بریم قدمی بزنیم. جالبه که اسکلت های بیرونی را میشه در شکل های متفاوت پیدا کرد. از لباس هایی که سراسر بدن را فرا میگیرند تا چیزهای ساده مثل پوشیدنی های الکتریکی که تنها به درد یک کار یا بخشی از بدن میخورند. اسم این مدل نمونه کوماست و برای کسانی ساخته شده که لباس های ایمنی سنگین میپوشند و در نیروگاه های هسته ای کار میکنند. اگر حال راه رفتن ندارین، کوما میتونه کمکتان کنه. هرچند سرعتش تعریفی نداره، اما میتونه از پله ها هم بالا بره. この2年間
اگه پوشیدنی های الکتریکی رایج بود میشد قدرت جسمی رو بیشتر کرد و جمعیت سالخورده میتونستن به عنوان نیروی کار به فعالیت ادامه بدن. بسیاری از این نمونه های اولیه برای حل مشکلات مشخصی طراحی شدن، اما آتئون طرحهای بلند پروازانه‌ای داره. در قدم اول Human Augmentation یا برافزایش انسان میتونه فرصت های جدیدی رو برای همه فراهم کنه. رفتار و کردار اونها میتونه تغییر کنه. این میتونه سبک زندگیمون رو به کلی عوض کنه. دوم اینکه اگر برافزایش انسان عضو طبیعی بدنمون بشه، پوشیدنی‌های الکتریکی حتی میتونن جزئی از مد رایج لباس بشن. دقیقاً شبیه این که بخواید لباس دوست داشتنی خودتون رو انتخاب کنید. اما اگر قرار باشه مردم واقعاً از اینها استفاده کنن، باید ساده‌تر، سبک‌تر و همینطور ارزان‌تر بشن. این یکی اسمش همیکوست. پوشیدنش و همینطور کار کردن باهاش کمی آسان‌تره. فقط چند تا زانوبند داره که با این بندها این پشت به یک موتور وصل میشن. ایده اینه که کمی در راه رفتن به فرد کمک کنن. میتونه برای افراد سال خورده ای باشه که مشکل راه رفتن دارن تا تشویق بشن بیرون برن، یا کسایی که سر کار خیلی راه میرن و ممکنه خسته بشن. در واقع کمی فشار را کم میکنه. عملکردش خیلی نامحسوسه ولی در طول روز کمی تاثیر میگذاره. این آزمایش نشان میده که اسکلت های بیرونی چطور کار میکنن. اینجا یک وزنه 25 کیلویی داریم که با یک انگشت میشه جابجاش کرد. هیچ زحمتی هم نداره. بازوی روباتیک همه وزن میگیره ولی همچنان به فرد امکان کنترل حرکتش میده. این همان چیزیه که در اسکلت های بیرونی اتفاق میفته. اما اینکه بتونین همه اینها را یک جا با هم داشته باشین و حاضر باشین هر روز ازشون استفاده کنین، چالش اصلیه. این مدل وای دستگاهی که این شرکت در بازار عرضه میکنه مثل یک کوله پشتی یادی میمونه. خریدارش صنایعی است که کارکنانشان باید کارهای سنگین انجام بدن. ایده هم اینه که برایشان کمی کمک اضافی بدن تا از کمرشان محافظت بشه. اگر روزها جعبه نوشابه جابجا میکنین، موقع برداشتن و گذاشتن کمکتان میکنه تا به کمرتان آسیب نزنین. به هر حال شاید این فناوری ها به نظر عجیب و دور از ذهن به نظر بیان، اما ژاپن دقیقاً جاییه که این ماشینی شدن های روباتیک میتونن عرض اندام کنند. جمعیت سال خورده و کم شدن نیروی کار این کشور نیاز به ربات ها رو نشون میده و عشق به فناوری هم به این معنیه که از ربات ها استقبال میشه. یه بار دیگه تجربه لرزاننده در هوا چرخاننده و چشم نوازی بود. خب به پایان برنامه این هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه را در وبسایت ما میتونید ببینید به نشونه bbcpersian.com/click. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. تا برنامه بعد بدرود و خدا نگهدار.